مهمان من در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب ایران به عنوان یکی از کادرهای حرفه‌ای حزب توده ایران با اغلب رهبران آن حزب در ارتباط نزدیک بود. او به خصوص در روزهایی که پاسداران انقلاب در جستجوی رهبران آن حزب بودند، مسئولیت مخفی کردن بعضی از آنها را به عهده داشته. شیوا فرهمند راد پیش از فرار از ایران شاهد بود که چگونه تشکیلات این حزب از هم پاشید و رهبران و کادرهای آن دستگیر و زندانی و بسیاری اعدام شدند. او تجربیات و مشاهداتش را در دو کتاب با گام‌های فاجعه و قطران در عسل و در مقالات متعددی منتشر کرده. شیوا فرهمند راد مهمان من در این برنامه است. آقای شیوا فرهمند راد به برنامه ببرای دیگر خوش آمدید. شما در زمان دانشجویی در دانشگاه صنعتی آریا مهر در ایران بیشتر درگیر فعالیت‌های فرهنگی بودید تا سیاسی در اول کار. دقیقاً چیکار می‌کردید تو فعالیت فرهنگی؟ یه اتاقی بود که توش وسایل صوتی و پخش موسیقی وجود داشت. من اونجا رو تبدیل کرده بودم به اتاق موسیقی. اونجا موسیقی کلاسیک پخش میکردم و موسیقی متفاوت با موسیقی که از رادیو تلویزیون اون موقع پخش میشد و دانشجوها علاقمند بودن، میمدن مینشستن گوش میدادن و در کنار این مقادیری جزوه و پولیکوپی و این چیزا درباره موسیقی تهیه میکردم و پخش میکردم. از جمله یکی از اونها که خیلی گل کرد و مورد علاقه خیلی ها قرار گرفت یه جزوه ای بود درباره اپرای کوروغلو با متن تمام اپرا به دو زبان آذربایجانی و فارسی. خیلی عجیب به نظر میاد که یه آدمی که ذوق هنری و موسیقی بیشتر از هر چیز داره تبدیل به کادر حرفه ای حزب توده بشه. یعنی از نظر مرامی دارم میگم، یعنی از نظر احساسی. ولی خب شما شدید و چطور شما فعال سیاسی شدید؟ اون موقع اوج جنگ ویتنام بود و اون موقع ما در یک جهان دو قطبی زندگی میکردیم که حالا درست یا غلط یک قطب شر و سیاهی دیده میشد به نظر میرسید و قطب مقابل کاملا برعکس قطبی بود که فکر میکردیم که قطب خیر و خوبیست. و صحنه‌های جنگ ویتنام که مرتب توی روزنامه ها می دیدیم و توی اخبار می شنیدیم خیلی ها رو احساساتشون رو و از جمله من رو تحریک می کرد. و خب این دامنه های جنبش دانشجویی اروپا هم از سال 68 کم کم رسیده بود به ایران و توی محافل دانشجویی احساسات ضد غرب، ضد آمریکایی در مخالفت با جنگ ویتنام دامنه هرچی بیشتری پیدا میکرد و تظاهرات دانشجویی صورت میگرفت. توی یکی از این تظاهرات ها عکس منم افتاد و در حال من رو هم گرفتن و به زندان افتادم و از اونجا بود که کم کم در واقع کشیده شدم به سمت فعالیت‌های سیاسی. ولی خب در اون زمانی که شما دانشگاه رو شروع کردید در دانشگاه صنعتی جو یه مقدار بیشتر جو خیلی مبارزه‌جویانه، بیشتر متمایل به چریکی بود. ولی خب شما برعکس به طرف حزبی کشیده شدید که اتفاقا مخالف بود با اون جریانات چریکی. بله، به نظر من این دو تا علت داشت. یکیش این بود که من از قبل از ورود به دانشگاه از سالهای دبیرستان علاقه به شوروی پیدا کرده بودم. در شهر زادگاه من اردبیل ما بیش از این که بتونیم رسانه‌های ایران رو تهران رو بگیریم و استفاده کنیم، رادیو ما باکو رو خیلی راحت‌تر میتونستیم بگیریم و حتی وقتی هم که تلویزیون به ایران اومد در اردبیل اوائل نمیشد تلویزیون داخل رو گرفت، ولی باکو خیلی راحت‌تر میشد گرفت و
برای تبلیغات اون طرف خیلی قوی تر بود و من علاقه پیدا کرده بودم به شوروی و مظاهر آن و هنرش، فرهنگش. این یه دلیل بود که کشیده نمی شدم به طرف فعالیت های چریکی، چون اونها در واقع مخالف شوروی بودن. شوروی رو سوسیال امپریالیست می نامیدن. خود بخشیشون ماویستا بیشتر اینجوری بودن. درست. ولی خب اون چریکایی که اول بودن اتفاقا یک تمایلی هم تقریبا داشتن، منتها معتقد بودن که حزب توده بی عمل در داخل و کاری نمیکنه و بهتره که ما شروع کنیم به یک فعالیت انقلابی. کاملا درسته. ولی اینجا اون دلیل دوم میاد وسط و اونم اینه که من هرگز نفهمیدم که چرا باید فعالیت مفیدی رو که میتونم انجام بدم در دانشگاه تعطیل کنم و برم داخل یه خانه تیمی و با اسلحه از خودم دفاع کنم یا کار مسلحانه انجام بدم. هرگز نفهمیدم چرا این کار رو باید بکنم. خب حالا اینها به حال شما توضیحاتی که شما دادین زمینه ای بود که شما را میکشون به طرف حزب توده. چطور به طور فیزیکی چطور وارد حزب شدید؟ این قضیه طول کشید تا بعد از انقلاب، به خاطر اینکه من سال 56 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، بلافاصله رفتم سربازی و بعد به خاطر پرونده زندان که از قبل داشتم خلع درجه شدم و تبعید شدم به حاشیه کویر یک جایی و با درجه سرباز صفر. اونجا امکان ارتباط با کسی و جایی چندان وجود نداشت، بنابراین موند من اونجا بیشتر به همون کارهای فرهنگی ادامه دادم، ترجمه میکردم. و بعد که انقلاب شد و بعد که برگشتم تهران، این موقعی بود که گروهی که آقای بهازین ساخته بود فعال شده بود، حزب اتحاد مردم ایران، اتحاد دموکراتیک مردم ایران، و سعی کردم با ایشون کار کنم. ولی همین موقع دیگه انقلاب صورت گرفت و حزب توده ایران رهبرانش از خارج برگشتن و این حزب شروع به کار کرد و از اینجا بود که دوستان من رو کشیدن به کار داخل حزب. خب حالا در داخل در اون زمان تا که گفتم جو چریکی بود و بیشتر جلب اون جریان میشد، جوانای پرشور انقلابی. چطور اون وقت حزب توده که تازه برگشته بود، خیلی فعالیت گذشته اون چنانی هم در داخل ایران نداشت، تونست عده زیادی رو در محیط دانشگاهی مثل دانشگاه صنعتی جلب کنه در خودش؟ فکر میکنم یک مقدار به خاطر این بود که سازمان چریکای فدای خلق اون موقع تا کمی پیش از اون به شدت سرکوب شده بود و خیلی هاشون توی زندان بودن. در آستانه انقلاب فعالیت چندانی به خصوص در زمینه تئوریک از اونها دیده نمیشد. در عوض برعکس سازمان نوید نشریه‌ای داشت که مطالب خیلی معقولی، تحلیل‌های سازمان نوید. فقط برای توضیح بگیم که سازمانی بود که به صورت مخفی پیش از انقلاب در ایران شروع به کار کرده بود و نشریه‌ای به نام نوید هم منتشر می‌کرد. درسته. و وابسته به حزب توده ایران بود. تحلیل‌های اینا خیلی معقول و منطقی و درست به نظر من میرسید و در واقع گزینه‌ای به جای اون من نمی‌دیدم. این دیگران هم مثل شما جذب شدن از اون. خب حالا شما همونطور که گفتید خیلی دیر به حزب توده ملحق شدید، ولی خیلی زود رفتین جزء کار حرفه‌ای شدین. معمولا در احزاب کمونیستی خیلی سخته که آدم وارد بشه و به یک درجه و مقام برسه، به یک مرحله برسه که اونچنان بهش اعتماد بکنن که در ارتباط با رهبراش قرار بگیره. ولی شما این کاری کردین، اعتماد از کجا به وجود اومد یک شبه؟ البته یک شبه که نبود، چند ماهی طول کشید. ولی دلیلش این بود که گروهی که از سازمان چریکای فدای خلق انشعاب کرد اون موقع و به حزب توده ایران پیوست، اکثرشون دانشجوهای دانشگاه صنعتی آریامهر سابق بودن و اینها بیشترشون منو توی دانشگاه دیده بودن، فعالیت‌های فرهنگی منو دیده بودن، میشناختن و از نزدیک با بعضی هاشون آشنایی داشتم. اینها الان در داخل حزب توده ایران رسیده بودن به مقام‌های بالایی و اینها توصیه میکردن منو و تایید میکردن
سلامت تشکیلاتی من رو و از اینجا بود که من رو کشیدن به کارهای بالاتر. آره. ولی هنوزم آقای فرهمندی خود عجیب به نظر میاد، برای اینکه افراد دیگه ای با سابقه خیلی بیشتری قاعدتاً بایستی بیشتر مورد اعتماد بودن تا شما که تازه وارد حزب شدید که بشین کادر حرفه‌ای حزب. این یه خود عجیبه نیست؟ شاید، یعنی من رد نمی کنم که عجیبه، ولی در مورد خود من همینطور که گفتم از یک طرف تایید این دوستانی بود که به مقام های یک کم پایین تر از رهبری رسیده بودن، به اضافه اینکه مقدار زیادی کارهای عملی حزب ریخته بود و کسی نبود که اینا رو انجام بده و هر کاری که به من می سپردن طبق عادتی که داشتم هر طور که از دستم برمیمد به بهترین نحوی انجام میدادم و خب میدیدن که یک آدم کاری اینجا هست که تایید هم میشه از سوی بعضی بسیاری ام. یعنی همه اون کسایی که منو میشناختم و به اضافه این که توی کار نوشتن و ویرایش احسان طبری نمونه کار منو که دید خیلی پسندید و گفت که در تحریریه نشریه دنیا ما کسی رو لازم داریم که دانش فنی هم داشته باشه و مطالب رو از نظر دانش فنی هم ویرایش بکنه. همه نشانه ها، همه شواهد یک جوری در تایید من بود. خب حالا شما همطور که گفتم در موقعیت قرار گرفته بودین، البته من اینو فقط توضیح بدم که وقتی که صحبت از کادر حرفه‌ای حزبی میشه یعنی کسی که در استخدام حزب، این کار دیگه ای نداره، حقوق میگیره از حزب که کارهای حزب رو انجام بده، درسته؟ درسته، منتها یک کسایی بودن که حقوق نمیگرفتن. آها، یعنی داوطلبانه این کار میکردن. حرفه‌ای بودن. خب لابد از درآمد دیگه ای داشتن. بله. خب حالا شما همطور که گفتم در موقعیتی که قرار گرفته بودن در ارتباط نزدیک با رهبرای حزب بودید و بعدها در کتابایی که شما نوشتید و تصویری که شما از رهبری حزب توده میدید یک تصویر غیر منسجم، همه با هم اختلاف دارن و از یک طرف آقای طبری شکایت میکنه که من خیلی بازی نمیدن توی بعضی از جلسات هیئت سیاسی شرکت نمیدن، از مسائل حزبی بیخبرم، افراد دیگه توضیحات دیگه، نگرانی و به هر حال شکایت های دیگه ای دارن میکنن. آیا واقعا اینجوری بود وضع حزب توده؟ خب اینها وجود داشت، این نارضایی ها و اختلاف ها و اختلاف دیدگاه ها و اختلاف های شخصی، همه اینها وجود داشت، در این حال که از یک طرف دیگه رهبری مثل نوردین کیانوری نفوذی داشت که اینها رو با هم نگه می داشت. ولی این نفوذ هم اتفاقا صحبت از آقای کیانوری کردین، تصویری که از آقای کیانوری میدین هم در واقع یا آدم دیکتاتور معاب یه مقدار خودسریه که حرف کسی رو گوش نمیده و در مقابل دیگران استدلال دیگران رو زیاد قبول نمیکنه یا مثلا سرسری رد میکنه. شما اشاره میکنید به موردی که بحثیه در مورد مسائل یا حمایت از آقای خمینی و وقتی که بعضی‌ها شکایت میکنن که این کارا رو کرده یا این صحبت ها رو کرده فلان، نظر شما چیه؟ شما توضیح بدین، میگین برین از خود آقای خمینی بپرسید، یعنی در واقع یه طوری میگین که به هر حال اثر خودش وام میکرد و حاضر نبودم جواب باشه. درسته، برخوردهای شخصی خودم رو میتونم بگم که همیشه آدم گوش تلخی بود آقای کیانوری و با بد اخلاقی جواب میداد. این یه طرف قضیه است، ولی طرف دیگه‌اش اینه که یک کاریزمایی داشت، یک آدم فرهمندی بود و این باعث میشد که بد اخلاقی‌هاش رو تحمل میکردن و خطی رو که او دیکته میکرد ادامه میدادن. یعنی آقای کیانوری اون تئوری هایی که معمولا توی این جلسات پرسش پاسخ که شما مسئول به هر ضبط و ربط این برنامه بودید ارائه میداد، اون تئوری های مثلا خط امام یا نبرد که بر که و از این مسائل، اینا مسائلی بود که واقعا این از ذهن خود آقای کیانوری اومده بود بیرون و بعد اینا رو
به خورد بقیه میداد یا تاییدیه بقیه رهبری رو میگرفت، یا اینکه یک نظر جمعی بود که توی رهبری حزب صحبت شده بود و به اصطلاح به این نتیجه رسیده بودن؟ تا اونجایی که من میدونم منشأ اولیه‌اش خود ایشون بود، البته باید بگم در درجه دوم، به خاطر اینکه یک سری از این تئوری‌ها از شعبه بین‌المللی حزب کمونیست اتحاد شوروی میومد و کسایی اونجا بودن مثل اولیانوفسکی و بروتنت و کسای دیگه که این تئوری‌ها رو پرداخته بودن و آقای کیانوری در اون چارچوب این چیزها رو در واقع منطبق می‌کرد به شرایط داخل ایران و بقیه این حرف‌ها رو معقول می‌یافتند، یعنی می‌دیدن که خب ایشون حق داره، درست میگه تا حدودی، و البته خیلی جاها صدق نمی کرد و خب صداشون در می اومد و همونطور که شما اشاره کردین به اینجا می رسید که خب حالا برین از خود آقای خمینی بپرسید. ولی با این حال من خودم شاهد بودم که احسان طبری و مسعود اخگر منتظر بودن که جلسه پرسش و پاسخ برگزار بشه و من نوار اون پرسش پاسخ رو برسونم که اینا بشینن و گوش بدن. یعنی از قبل نمیدونستن چی قراره آقای کیانوری؟ نه نمیدونستن و با اشتیاق منتظر بودن که بشنون ببینن چه حرفای تازه‌ای هست. شما از آقای طبری صحبت کردید و نقل قولی میکنید که آقای طبری مثلا میگه که من فکر میکنم که امپریالیسم دارد آخرین نفسهای خود را میکشد و برای همین اینقدر ها را عصبی شده. احساس من این است که در میانه همین دهه 80 یا حداکثر تا سال 90 کم کم تلیعه جهان بدون امپریالیسم را خواهیم دید. آیا واقعا احسان طبری به این حرفا باور داشت؟ با کمال تأسف باید بگم که بله، ایشون در زمینه سیاسی اینطور فکر میکرد و در متاسفانه کار ایشون کار سیاسی، یعنی تفکر ایشون تفکر سیاسی نبود. ایشون نویسنده و در واقع تأثیر کرده در رشته فلسفه بودن و در زمینه تحلیل های سیاسی در همین حدی که شما الان نمونه خوندین تحلیل میکنید. ولی در جای دیگه شما باز از آقای طبری نقل قول میکنید که گفته من یک آدم فرهنگی هم، من ترجیح میدادم به من کارهای فرهنگی اینا رجوع داده میشد تا اینکه وارد در جریانات سیاسی میشدم اینا. یعنی خیلی خودش هم بی علاقه بود، هم شاید ته دلش هم به خیلی از این مسائل باور نداشت. ته دل ایشون رو که ما نمیتونیم بدونیم، در واقع فقط از روی نشانه ها و رفتار ایشون میشه قضاوت کرد و خب این رفتار از نظر آدم های مختلف شکل های مختلفی دیده شده، ولی جمعش که ببندید اینطور دیده میشه که ایشون در واقع دنبال روی آقای کیانوری بودن. خب حالا شما بارها اشاره میکنین در دو کتابی که به خصوص نوشتین به این که تشکیلات حزب توده خیلی زود از هم پاشید بعد از این جریانات و هیچ کس نمیدونه با چه کار بکنه. شما خودتون موارد خیلی زیادی توضیح میدین که سردرگمن، همه که نمیدونن با چه کار کنن، حتی بعضی از رهبرایی که باقی مونده بودن هم نمیدونستن با چه کار بکنن. ولی با این حال اون بخش اون سری اولی چون در دو مرحله رهبرای حزب توده رو گرفتن، اون سری دومی که هنوز آزاد بودن و گرفته نشده بودن، اینا یک بیانیه‌ای دادن و کماکان امید داشتن که خط امام و بیان و به کمک اونها و اینها رو نجات بدن، ولی خب اتفاق نیفتاد. یعنی چرا انقدر این خوشبینی از کجا می اومد این همه زیاد؟ یه مقدار از این از هم پاشیدگی ها که خب طبیعی هر سازمانیه که وقتی ضربه میخوره اینطور از هم پاشیدگی پیش میاد، هر سازمانی که باشه، ولی خب در مورد خاص حزب توده ایران یک مقدار زیادی هم همین خوشبینی بود که شما اشاره کردید، که خیال میکردند رهبران حزب توده ایران که در کنار آقای خمینی یا خود آقای خمینی به خاطر حفظ پشتیبانی اتحاد شوروی حاضر نمیشن که به حزب توده ایران که وابسته به اتحاد شوروی
تصور میشد، قلمداد میشد، ضربه بزنن. برای همین این امید همیشه وجود داشت که حالا خود آقای خمینی پشت ما رو داره. هیچ شک نمی کردن که ممکنه حتی ایشون رو راضی بکنن که اجازه بده که ضربه وارد بشه به حزب. ولی شما باز به خصوص در اون جزوه کوتاه با گام های فاجعه، یک از سالهای 58 شما شروع میکنید به نمونه هایی دادن به اینکه هم حزب توده زیر نظر بود، هم خونه رهبراش دزد زده میشد به اصطلاح، و هم به میتینگ ها و کلوب حزب حمله میشد. یعنی تمام علائم اونجا وجود داشت، ولی میگفت تبری میگفته که بالاخره میرزن همه ما رو میگیرن و میکشن. ولی حق با اون بود، حق با ایشون بود. بله، بله. رهبران حزب که در خارج بودند و اون عده ای که در داخل توی زندان بودند، به طور عمده دو تا ایراد داشتن. اینا همه انسان‌های آرمان خواهی بودن، همه می‌خواستن که در راه آرمانشون جان به کف اومدن و شروع کردن به فعالیت، ولی این دو تا ایراد باعث شد که از این قبیل ندانم کاری ها پیش بیاد. یکیش این بود که تصوری از قدرت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی نداشتن. اونایی که پشت پرده آهنین زندگی کرده بودن هیچ چیزی، هیچ تصوری نمیتونستن داشته باشن، و اونهایی هم که داخل زندان بودن تماس روزمره با جامعه نداشتن و تصوری از این نداشتن که سازمان‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی و امنیتی چه روش‌های تازه‌ای دارن، چه جوری تعقیب و مراقبت می‌کنن. و این یه دلیل بود. دلیل دوم اون خوشبینی و باور چاره‌ناپذیر بود که نسبت به وعده های آقای خمینی اونها و خیلی از ماها باور کردیم و فکر کردیم که آزادی احزاب، حتی کمونیست ها آزادن فعالیت بکنن. این رو باور کردیم. خب این کسای دیگه باور نکرد، ظاهرا حزب توده بیش از همه این قضیه رو باور کرده بود. شاید به دلیل همون که شما گفتین خیال میکردن که نمیخواد پشتیبانی اتحاد شوروی از دست بده. و حالا مسئله اتحاد شوروی، حالا بسیاری حداقل عده ای از کسانی که در رهبری حزب توده بودن و بعدن جدا شدن اینجا و اونجا مطالبی نوشتن و بسیاری از این تقصیرها و اون سیاستی که حزب توده اتخاذ کرد برای پشتیبانی از جمهوری اسلامی رو به حساب این میذارن که این سیاستی بود که سیاست خارجی اتحاد شوروی بود در واقع. یعنی اتحاد شوروی اینو میخواست که چرا؟ برای اینکه آقای خمینی یک آدم ضد امریکایی رو قلمدادش میکردن و فکر میکردن که بهتر ما یک کس ضد امریکایی در همسایگیمون باشه تا کسی دیگه، و به همین دلیل به دنبال روی حزب اتحاد شوروی بود که حزب توده این سیاست رو گرفت. نظر شما چیه در این زمینه؟ من این رو اینطور 100% نمیبینم. یعنی اینطور نبود که اتحاد شوروی دیکته بکنه و حزب توده ایران 100% و قدم به قدم این اون سیاست رو ادامه بده. چندین مورد وجود داره که آقای کیانوری خلاف نظری که رفقای شوروی داده بودن عمل کرده. به نظر من تا حدودی حزب توده ایران استقلال عملش رو حفظ کرد در اون سالها، ولی خب البته حالا اون سیاست رو اگه نگیم دیکته شده از رفقای اتحاد شوروی، یک سیاست ضد امپریالیستی در یک دیدگاه بزرگتری، در یک چشمانداز بزرگتری بود که اعمال میشد روی سیاست حزب توده ایران و از اون طریق در داخل ایران. شما بعد از این که هر حال همه زیر ضربه رفتن، شما فرار کردید و به اتحاد شوروی رفتید. در اتحاد شوروی اونجا وقتی که میگین که وقتی اون مسئول اونجا رو دیدید متوجه شدید که به نوعی، حالا من این اصطلاح شما به کار نبردید ولی من دارم میگم که چه کلاه گشادی سرمون رفته از به اصطلاح اون آمار رو سرزمین رویایی که برای خودمون ساخته بودیم، چون واقعیت اونجا دیدید خیلی تفاوت میکرد با اون چیزی که شما دیده بودید. آیا هیچ وقت فکر کردید که
رهبرایی مثل آقای کیانوری، آقای تبری و اینا که اونجا رو دیده بودند و نمیگفتند به شما و بقیه اعضای حزب، یه طورایی اینها کلا میذاشتن سر اعضاشون؟ اسم شما رو کلا گذاشتن البته من نمیذارم، ولی میتونم بگم که کوتاهی کردن در نگفتن واقعیت هایی که اونجا دیده بودن و لمس کرده بودن. خودشون اونجا رنج برده بودن مدت طولانی، ولی و همین که میگفتن نمیخوان دوباره برن به مهاجرت نشون میداد که اونجا راضی نبودن از وضع زندگی که داشتن. با این حال هیچ چیزی در از وضع اونجا به ماها نگفتن، نقل نکردن که زندگی اونجا چطور بود، وضع اونجا چطوری بود. در این زمینه کوتاهی کردن. بسیار خب. سوال آخر آقای فرمان اینه که شما یک صحنه رو توضیح میدید وقتی که در سوئد هستید که بعدها دیگه از شوروی رفتید به سوئد، که دارین رانندگی میکنین و سرعتتون بالاست، پلیس شما رو میگیره و شما دارین به سمفونی 11 شاستاکوویچ گوش میدید و به فکر رفقا و دوستانتون هستین که کشته شد. آیا این هیچ وقت حس گناه به شما دست داد که شما بقیه رفقاتون رو ول کردین که کشته بشن و خودتون اومدین بیرون؟ خیر، من هرگز احساس گناه نکردم، به خاطر اینکه من تا آخرین لحظه هر کاری که از دستم برمی اومد برای نجات کسایی که بهشون دسترسی داشتم انجام دادم، جابجاشون کردم، به خونه های مخفی بردم، سعی کردم ارتباط ها رو دوباره درست کنم، ولی تا جایی که از من برمی اومد این همه این کار رو کرده بودم، ولی دیگه بیشتر از اون از من بر نمی اومد. این که من زنده موندم خیلی وقتا رنجم میداد، به خصوص لحظه هایی که به یاد اون رفقا و دوستانم می افتادم، ولی فقط تأسف خوردم، فقط متأسف. خیلی متشکرم آقای شیوا فرمانده‌راز از شرکتتون در برنامه. متشکرم از شما.